از ادامه سفر آقای ابراهیم رئیسی به نیکاراگوه و دیدار با دانیل اورتگا. در مورد این سفر و همچنین در مورد ساخت پالایشگاه ال پالیتو صحبتی خواهیم داشت و در مورد بیشرفی اصلاح طلبان و لیبرال هایی مثل محمود صادقی و مولوی عبدالحمید هم خواهیم گفت، گویا ممنوع الخروج و قصد رفتن به مکه رو داشته که سفرش لغو شده. همچنین از ابتکارات پیکان پشمالو رو میشناسید؟ از ابتکارات پیکان پشمالو هم خواهیم گفت. همچنین از صحبت های عالی پیام یا همین آقای هولو بر علیه رضا پهلوی که اونو به دیکتاتوری و استبداد و مشتی آدم کش و قاتل و جانی معرفی کرده و صحبت های دیگه خواهیم داشت. از بدبختی های یانکی ها خواهیم گفت، صحبت های جالب یک مجری آمریکایی در مورد زنان. آقا نگید این سگه، ای بچه عزیزم، این دخترم، این پسره، این داره خرتون میکنن، خودتون نمیدونید، محفلکش مردا شدید. در مورد این صحبت ها هم خواهیم گفت و کلن خبرهای زیادی داریم واسه ایران عزیزمان، خبرهای خوب، واسه دشمنان ایران هم خبرهای شر. از شجاعت و دلاوری سربازان یانکی هم چیزی نشون خواهیم داد که ببینیم چقدر جنگاورن، اونا کجا، سربازای ما کجا. خلاصه دوستان، تیتراج اخبار رو گفتیم و یا علی میگیم و با هم دیگه میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخجوان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، علل خصوص بچه های گل تیپ فاطمیون و حسینیون و زینبیون پاکستانی، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، جنوب عراق، جنوب لبنان، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، لایک فراموش نشه، لایک، اشتراک گذاری و به شنیده شدن صدای ما اگر ارزش شنیدن داره کمک کنید و این کانال تلگرامی رو هم تا تزایا اینا رو هم اشتراک گذاری کنید. آدرسشو در زیر ویدیو قرار میدم و در قسمت کامنت ها پین میکنم. خب دوستان بریم تو کارش. خب جناب آقای سید ابراهیم رئیسی در تداوم سیاست دیپلماسی منطقه‌ای و سفر به کشورهای دوست و بخصوص کشورهایی که تحت تحریم یانکی‌های بی پدر و مادر هستند، بعد از سفر به ونزوئلا و دیدار با نیکولاس مادرو به نیکاراگوا رفتند در آمریکای لاتین و دیدار با دانیل اورتگا رهبر حزب ساندنیستای اوکراین، نیکاراگوا و جزء احزاب چپ‌های نیکاراگوا، دقیقاً همدوره بود بعد انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوا که با اومدن حزب ساندنیست به رهبری نیکاراگوا اومدن و نیکاراگوا را از ملک تیول آمریکایی‌ها و یانکی‌های بی پدر و مادر خارج کردن. هرچند آمریکایی‌ها هم بیکار نموندن و سر جریان رسوایی ایران کنترا یا همون مکفارلین در اون یک سال و نیمی که مذاکرات مخفیانه بین مرداد ماه 64 تا اسفند 65 بین برادرزاده رسمنجانی از یک سو و همین حسن قلیدوس از سوی دیگه داشتن همزمان با دو تیم از آمریکایی‌ها گفتگو میکردن که البته این قلیدوس با امیرامنیر یکی از افسران ارشد موساد هم دیدار رو گفتگو میکنه در سوئیس. حالا خودش میگه اونو به عنوان یه آمریکایی خودش معرفی کرده و همچنین بازی در میاره. اما برادرزاده رسمنجانی با آمریکایی ها یک سال و نیم گفتگوهای محرمانه ای رو داشتن سر همون جریانی که ایران چون تجهیزاتش اکثرا غربی بودن، آمریکایی بودن، احتیاج به یه سری سلاح داشت، موشک داشت مثل فینیکس واسه F-14 یا هاوک، موشک سامانه پدافندی هاوک نیاز داشتیم، یه سری موشک و کلن یه سری تجهیزات نظامی میخواستیم. بعد آمریکایی‌ها اومدن و
پولی که ما میدادیم که خراب بود تجهیزات آمریکایی بدن، که بعد معلوم میشه با اسرائیلیا دستشون توی کاسه میره و میگن تعنباریای اسرائیل که عموما هم تاریخ مصرفشو هم گذشته بوده، میان به ایران میفروشن که بعدی که این صندوقهای مهمات اسمن آمریکایی رو باز میکنه میگه مارک رژیم صهیونیستی روشونه. خلاصه پولی که ایران در ازای این سلاح میداده اینا میدن به کنتراهای نیکاراگوا که داشتن بر علیه دولت دانیل اورتگا میجنگیدن. بعد که مکفارلین هم با یک ویزا یک کشور دیگه، نمیدونم کانادا، نمیدونم فکر کنم کانادا بود، وارد ایران میشه، اون کیک معروف و سه تا هفتیر میاره و که این لو میره، که بعد امام خمینی به رفسنجانی میگه گند خودت بار آوردی، خودت هم بیاد جمعش کن با مردم در میون بگذار، در یه سخنرانی با اون مرد سیاس و ماکیاولیس میگه آره آمریکایی‌ها خواستن ما باشون دیدار داشتیم و نمیدونم با کیک آوردن و ماجرا رو به سبک و سیاق خودشون تعریف میکنه، که بعد تو آمریکا سر صدا میشه زمان دونالد ریگان، چون مکفارلین مشاور امنیت ملی دونالد ریگان بوده و سر صدا در کنگره میشه که معروف میشه به رسوایی ایران کنترا، که خواستم تاریخچه از روابط با نیکاراگوا هم در این حین با شما در میون بذارم. خب اینجا فیلمیه که آقای ابراهیم رئیسی وارد نیکاراگوا میشه و مورد استقبال قرار میگیره. بله این یه فیلم، این فیلم هم اینجا آقای دانیل اورتگا رهبر مبارز و چپگرای آمریکای لاتین داره سخنرانی میکنه. در رپوبلیک اسلامیک ایران ژنرال جمهوری اسلامی ایران ژنرال قاسم سلیمانی. یه دقیقه سکوت به خاطر ژنرال قاسم سلیمانی که امروز نماد استقلال خواهی مبارزه بر علیه لیبرالیسم و غرب و جنایتکاران آمریکایی و غربی، جنرال سلیمانی امروز همچین جایگاهی در سطح جهان داره. قبلا این جایگاه رو لول پایین‌تر چگوارا داشت و امروز جنرال دلاور ما، پیاخو طایفه ما، شهید سلیمانی داره. و همونطوری که دیروز هم آقای مادورو اعلام کرد که میخوان اون سردر مقبره و جایی که سیمون بولیوار اونجا هستش و جای مقدسی واسه ونزوئلا، چون خودشون حکومت بولیواری میدونن، قراره در اون سردر مجسمه سردار سلیمانی رو قرار بدن. نشون میده جایگاه این دلاور ما، این شهید عزیز ما، این قدرتمندترین جنراله نیم قرن اخیر در جهان، نه 80-90 سال اخیر، یعنی نه حتی والا نه مونتگومری به گرد پاش میرسید، نه آیزنهاور، نه مارشال رومل، نه هیچ کدوم از این جنرالایی که ما در تاریخ میشناسیم به گرد پاش نمیرسن. شهید ایران سردار قاسم سلیمانی. ¡Viva! 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 ¡Que vive el pueblo de Irán! ¡ملت ایران! ¡Sandino vive! ¡Sandino زنده است! مبارزه دارد! ¡Bat garibre! ¡Vatan آزاد! بله، شهید سلیمانی خیلی واسه آمریکایی‌ها خطرناک‌تر از سردار سلیمانی و خون این شهید
آمریکایی‌ها رو رها نخواهد کرد. اگر خون چگوارا آمریکایی‌ها رو رها کرد، یه جمله معروف داره، اون لحظه که میخوان بکشنش میگه زندگی من نتونست باعث بیداری ملت ها بشه، شاید مرگ من باعث بشه. حالا تو لول خیلی بالاتر، شهید سلیمانی واسه ملت های جهان، اون کسی بود چگوارا نماد مظلومیت و شکست بود، چون شکست میخوره تو بولیوی کشته میشه، اما شهید سلیمانی آمریکایی‌ها رو شکست میده و از عجز و زبونیته که میان ترورش میکنن، نه در میدان جنگ. اون دلاور ما یانکی‌ها رو از سوریه و عراق و یا صهیونیست‌ها رو از غزه، همین حکومت ونزوئلا رو هم در همه جا، در یمن، در افغانستان باعث شکست آمریکایی‌ها میشه. هر جایی که ورود کردن یه صدی به نام دلاور ما پیاخو طایفه شهید سلیمانی جلوشون، خودشونو میخواستن جرواجر کنن، ترامپ میخواست سرشو بزن به دیوار. آقا من 7 تریلیون دلار در عراق خرج کردم، وقتی میخوام سفر کنم به عراق جرأت نمیکنم با علنی برم، حتی مجبورم چراغای هواپیما رو روشن کنم. آقا من 7 تریلیون خرج کردم، چقل چراغ خاموش کو دزدکی خپخپ کنی برو تو عین الاسد، ولی ما هر وقت میخوایم از قبل، یه ماه قبل میخوایم بریم عراق. اینا همه محصول اون دلاوره ها. خب اما در مورد پالایشگاه الپالیتو اعلام شده که بیشتر از 2 میلیون قطعه که در ساخت این پالایشگاه که ایران داره، این پالایشگاه فراسرزمینیه، بیش از 2 میلیون قطعه داره ایران ارسال میکنه واسه ساخت این پالایشگاه که تا کنون 70% کار اونم صورت گرفته و قرار 3 پالایشگاه فراسرزمینی دیگر که باعث وابستگی کشورها به ما میشه، باعث افزایش صادرات، ارزاوری، کلی مزایا واسه کشور ما در بر داره، با امید خدا ما در آمریکای جنوبی و لاتین، در حیات خلوت آمریکایی‌ها، در کوبا هم قراره بزنیم. بین تنگه فلوریدا تا کوبا 25 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، جنوبی ترین نقطه آمریکا، ما در 25 کیلومتری آمریکا با امید خدا حضور دائمی خواهیم داشت. حالا هی سرتون رو بزنید به دیوار، زیبا کلام خود شد از وسط بکنه دو تیکت، این سر هوشکشو بزنه به یه بلوکی، به یه جایی خودشو جرواجر بکنه، در کلیت موضوع هیچ فرقی نمیکنه دیگه. اما همه اینا محصول اگزو زنبوریه، محصول اینه که وقتی اگزو زنبوری اومد، ما به ونزوئلا مهاجر 6 دادیم، مهاجر 3 دادیم، حتی اون موقع رئیس جمهور کولومبیا که راستگرا بود، الان کولومبیا هم از دست آمریکا خارج شد، گفته بود که آره ونزوئلا میخواد از ایران موشک وارد کنه. مادورو گفت چه جالب، چه ایده خوبی، ما موشک هم وارد میکنیم. حالا بعضی از خبرها هست که اینو دیفنس تقریبا 5 6 ماه پیش که ایران داره پایگاه نظامی ثابت در یکی از جزایر ونزوئلا میزنه. قرارداد مونرو رفت به او گلال بردش رد. خب خلاصه اگزو زنبوری نماد قدرت و عزت ایرانیان، اگزو زنبوری تنها امید ملت‌های دربند شده، چون میخوانش 90 کشور. آقا کم حرفی نیست که اگزو زنبوری نشون داد که میشه با یک چیز ساده اما با خلاقیت تجهیزات پیچیده آمریکایی رو شکست داد. اگزو زنبوری به کشورهای ضعیف نشون داد که اگر ما از این داشته باشیم، میتونیم تجهیزات تاپ آمریکایی را مورد هدف قرار بدیم. اگزو زنبوری برند ماست، یعنی مال خمونه، مال بچون خمونه. ای جونم دی صداد، ای قربونی صداد، همیا زلنسکی خودتو برسفت.
خاک دسترت زیبا کلام خرد کپوت تاج زاده و قولی دوزر محمود صادقی و کل هم گمالون اجمعین. خب این محمود صادقی این زیر مشکلو این عقده‌ای، این کسی که ما تحتش نه مثل هلو انگوش میخواد، ما تحتش صندلی میخواد، صندلی مجلس میخواد، پست میخواد، دنبال مقامن. چرا اینو میگی رضا رخشان؟ همه لیبرال ها دنبال مقامن. مگر میشه چپ های آدم خوره دهه اول انقلاب بعد از فوت رهبری اول یکوی یک شبه لیبرال و دموکرات و طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان بشن؟ نه، این سیاس های ماکیاولیست دروغگو شالاتان فقط میدونستن تنها رایی که ممکنه به قدرت برگردن از طریق پست های انتخابیه. پس بیایم یه سری حرفای عامه پسند بزنیم، پوپولیستی بزنیم. ولی اینا از هر شیاد و از هر دیکتاتوری دیکتاتور، نمونش دولت قالیدوز بود، چقدر دیکتاتور بود. تا صدا سیما گاندو پخش میکرد، اره ها بوجهش قطع میکرد، تا اون حرفی میزد زود شکایت. معلومه اینا چه جونور، ولی در این حال شالاتان بودن. حالا این محمود صادقی کل زندگیش باباش تو دفتر نمیدونم اون 72 تن، این هم یکی از اون 72 تن بوده، باباش شهید شده. خب گیرم پدر تو بود فاضل از بحر پدر، نمیدونم فضل پدر تو را چه حاصل. پسر نو هم بابدان نشست آل نبوتش گم شد، ولی 40 سال با این بابام بابام پدرم این بوده، خوردن و لفتن و رانت گرفتن و پولدار شدن. مثل کی؟ مثل دختر شهید باکری، اون پدر آنچنان پدری آنچنان دختری، مثل دختر شهید شیرودی. اینا از همه رانتا پست و مقام گرفتن، حالا لگد میزنن به جمهوری اسلامی. اینا همه بچه های نوحن، نه مثل رضا رخشانی که در جمهوری اسلامی جز زندان و اخراج و تهدید و تحقیر چیزی ندید و عجایب خنده‌دار امروز باید بشینه دفاع کنه از جمهوری اسلامی در مقابل مشتی شالاتانی که تا حالا تو سفره انقلاب چارچنگولی خوردن، حالا یه کمی کم شده جفتگ میزنن. طنز تلخیه امثال شهید قنبری ها که در ایزه به شهادت رسید، 24 سال خدمت، خونه زندگیشو دیدی؟ خونه آجری محقر با یه موتوری میرفته سر کارشو میومده. این میشه از نگاه لیبرال ها و غربگدا مزدور جمهوری اسلامی. اون موقع امثال خاتمی چقل و حسن گمال و عبدی و مبدی و زیبا کلام با اون کاخش، اینا مظهر عدالت خواه میشن. واقعا در ایران به مفاهیم و واژگان تجاوز صورت گرفته، تجاوز علنی و شنیع، که وقتی اونا آزادی خواه لیبرال باشن، این مزدور باشه، رضا رخشان مزدور باشه. حالا یکی گفت رضا رخشان چقدر بد میداد، ای کاش حرف راست بود. اگر جمهوری اسلامی همچین نگاهی داشت، همچین چیزی داشت که از دوستان خودش حفاظت کنه، بهشون برسه، به دشمنانش به توپه، ای کاش حرف صحت داشت. ولی ما در عمل میبینیم به دشمنان خودش باج میده، کلی امتیاز میده، دوستان خودش از بسیج و نمیدونم نیرو انتظامی و پاسدار و اینا رو میذاره تو زندان. سلبریتی ها ممنوع مالیات، ممنوع قوه قضاییه، سوء پیشینه پاک، مادر نمیدونم فلانی، قاتلا هم کلی پست چیز گرفتن، خودشون صاحب عزت میدونن. نمیدونم شالاتان های مثل او پدر نحسا امینی، امجد امینی، هر کاری بخواد میکنه، اینا دست همه باز، بلاگرها و فلان. ولی هر کس بخواد از این کشور دفاع کنه، جز شر و بدبختی و شکایت و اینا هیچی گیرش نمیاد. ای کاش این حرف صحت داشت دیگه، چه مو بود. اگر همچین نگاه و ظرفیت و همچین شعوری وجود داشت، بابا مردم عادی، مردم فقیر باید بجنگن تا نذارن جمهوری اسلامی توسط بسیاری از این مسئولین فاسد، آنوسی، خائن سرنگون بشه. طنز تلخیه واقعا، واقعا طنز تلخیه. حالا این چقل محمود صادقی چی گفته؟ بذار پیداش کنم. آها، این آقای باقری کنی یه توییت میزنه، میگه در ادامه رایزنی دیپلماتیک با طرفهای منطقی و فرامنطقی
یا همتایان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی خود در نگرانی‌های متقابل با هم گفتگو نمودیم. یعنی فرانسه و انگلیس اینا تو کشوری که کشور امارات بوده یا قطر بوده یا عمان بوده گفتگو نمودیم. بعد این گمال میگه خاک بر سرتان که اینقدر تهران را آویزان دوحه و ابوظبی و مسقط کردید. اما این چقل در زمان خاتمی میدونی چی میگه؟ توییت میزنه؟ ما میتوانیم با تغییر کاربری یکی از جزایر سگانه مان در خلیج فارس را، خلیج فارس، و واگذاری آن به کشور برادر امارات درآمدمان را گازنبوری چند برابر کنیم. اینا فقط دست بدهشون خوبه، جزیره خلیج فارس بدیم به امارات. ولی حالا مثلا در دولت ابراهیم رئیسی که با این دیپلماسی عزتمندانه قدرتمندانه، الان امروز بازم والستری جورنال خبر زده که داره گفتگوهای محرمانه بین ایران و دولت بایدن در مورد اتمی از سر گرفته شده و آزادی زندانیان و این کجدار و مریض تکذیب کردن و تایید کردن نشان از عجز و درماندگی و بدبختی شونه. اوباما میگفت ما بجز توافق هیچ راهی نداشتیم. در زمان حسن قلیدوس چون ما تحتش بر روی یه صندلی بود، حاضر بوده یکی از جزایر سگانه که جز 14 نقطه استراتژیک جهانه، این جزایر باعث میشه که هژمونی ما، سلطه ما بر خلیج فارس کاملا 100% بشه، میگه بدید به کشور دوست و برادر امارات. ولی یه گفتگو در این کشورها در دولت ابراهیم رئیسی میگه خاک بر سرتان، خاک بر سر مغز علیل و مریض و حقیر غرب زده تو که شما کله هم باید بستری بشید بیمارستان و تیمارستان روانی به خاطر نوع بیماری خیلی خطرناک غرب زدگی، کاسه دختر از آش، سندروم غرب زدگی، اینا باید بستری بشن. ولی خب فکر کنم ما ناامید از مداواشون هستیم. همون کار یکی از روستاهای اطراف طبس، سیم خاردار دارشون، کلشون رو پرتاب کنیم اونجا، بذار بزنیم تو سر کول، بزن سر کول هم دیگه، مطمئن باش گیس و گیس کشی میشه. بیا و ببین، باید هر روز بریم میانجی کنیم، دعوا کنیم. اون حسن قلیدوس موهای خاتمی رو کشیده، نمیدونم عبدی با اردنگی میزن در ما تحت تاجزاده، زیبا کلام نمیدونم توسری میخوره و باید ببینیم یه زیپونی هم کل معروف. ببین اینا چقدر شالاتانن، ببین اینا چقدر وطن فروشن. در زمان قلیدوس جزیره رو واگذار کنید، ولی اینجا میگه واقعا خاک بر سرتان. من تعجب میکنم واقعا وقتی که امام خمینی، انقلاب امام خمینی استکبار ستیز بود، چقدر گفت نذارید انقلاب دست نااهلان بیفت، چقدر گفت نذارید غربگرها بیان قدرت رو به دست بگیرن. 32 سال از دولت در جمهوری اسلامی در 44-5 سال اخیر دست غربگرها بود و این فاجعه است، این هولناک. واقعا نتایجش هم داری میبینی، این وضعیت اقتصاد، این وضعیت صنعتمون، این وضعیت سیاست در ما، او برجام، او رسمنجانی، ای موسوی، میر غضب، میر یزید، اون حسن قلیدوس، او گمال خاتمی، کلهم اجمعین هنه درمون، ایران برباده. این از این زیرمشکلو صادقی. اما از ما تحت گفتیم، آقا جنگ جنگ ما تحت، باورم بفرمایید که این ما تحت کی بیفته روی صندلی. و تو بین براندازان هم دارن ماتحت های همدیگه رو زخمی میکنن که نشینن رو صندلی مسئولیت. از حالا دعوا رو صندلی. حال او صحبت کرده، عالی پیام صحبت کرده و کوزپت و درویی و نامردی و دیکتاتوری و و خیلی چیزهای دیگه نسبت داده. در ایران بسیاری بی بی سی... های وجود دارن که طرفدارشون نیستن، یا میگه هر کی نگه پهلوی اجنبیه، چون 99.5% مردم ایران اجنبیان. قطعا 99%، ولی خب حالا بگیم آمارت از کجا آوردی بماند. قطعا 99.5% اینو به عنوان مدافع نظام جمهوری اسلامی میگم،
کلهم اجمعین تو فقط نه کوزپت مریم قلپو دل پولی نجات که تو دوربرش موسبوس میکنی با اون سام رجبی دمگن دمگشاد اون کابینت ساز کیه علیزاده و گمالزاده چوسا مکانی و بقیه اینا باند بازی هن دیگه چوسا و نمیدونم هولو و دمگشاد و کابینت ساز اینا نوچگان دل پولی نجادن الان دعوا بین دل پولی نجاد یعنی سه دعوا هست دعوا بین طرفداران کوزپت با اسماعیلیون و مریم خلپو از این ورم بین با دل پولی نجاد و اینا با هولو خب نگر رهبر من پهلوی اجنبیه از ایشون خواهش کردیم آقا نظرتون راجع به این شعار بدید یعنی بگید این شعار غلط انحصار طلبانه است و با اون وحدت ملی ما جور در نمیاد میدونی طرفدارانش کوزپت چی میگن؟ من جواب اونا رو میخوام بگم طرفداران کوزپت میگن ما توافق کردیم با مثلا با طرفداران مریم مثلا مریم قلپو یا دل پولی نژاد مثلا هولو میگه ما توافق کردیم ما مثل شرکت سهامی هستیم مثلا کوزپت یه میلیون دلار سرمایه گذاشته وسط تو هزار دلار گذاشتی خود تو باید به اندازه هزار دلار حرف بزنی دل پولی نژاد 10,000 دلار گذاشته اون 50 دلار گذاشته ما برابر نیستیم چون ما 1,000,000 دلار گذاشتیم وسط اینا از همین حالا دعوا سر عرض کردم سر ما تحت بر روی صندلیه دعواشون اینطوریه این حرف من باب آشنا بشی طرفداران کوزپه چی میگن خدمت شما گفتم ولی هیچ وقت نگفتن خره به کعبو زیبا کلام همیشه سکوت کردن همینطور این شعارا اومد الان رسیده به مرگ الان اینهایی که قدرت ندارن در یک کشور آزاد دارن زندگی میکنن در یک کشور دموکرات چنان جو رعب و وحشت را انداختن من اصلا برای شما بگم تعجب میکنید پس چرا میگی جمهوری اسلامی استبداد هست دیکتاتوری هست فلان تو جمهوری اسلامی شعرهای انتقادی تو میگفتی جفتکاتو میذاشتی شلتاق بازیاتو در میآوردی بیشرفیاتو کلهم اجمعین انجام میدادی کسی کارت داشت اما الان خودش میگه اینجا دیگه حتی نمیتونه آرایشگری بره یعنی این حقانیت جمهوری اسلامی رو نشون میده که اینا چه آدم خوره هن خب رضا رخشان تو چرا تغییر ریل دادی خب من چند بار دارم میگم به خدا من اینا رو میشناسم من برنامه ابتدایی در یوتیوب برید نگاه کنید معرفی کملا معرفی چپا معرفی سلطنت طلبا من همه اینا باشون میشناسم از کوزپت بگیرید یه زمانی هم تو اون فایل این که رضا رخشان کیست گفتم بچه بودم جوان بودم 18 سال تو منطقه ما توفالای خلق ریشه داشتن با سابقه بودن من سال 72 میخواستم برم کمپ اشرف این قبلا هم گفتم که یه اتفاقی افتاد سه نفر بودیم اون دو نفر رفتن که بعد تو تلویزیون عراق آوردنشون به عنوان جاسوس جمهوری اسلامی و چیز بعد سربنیست شدن اصلا معلوم نیست مردن رفتن نیستن من همه اینا رو میشناسم دوستان عزیز من میدونم اینا هیچ مهری به ایران ندارن من میدونم اینا قلبشون برای ایران نمیزنه اینا فقط به دنبال منافع شخصی هن. دعوا دیدید هنوز به قولی آقا هیچی نشده ببین چه گیسکشی و چه دعوا بیا بینمت اون موقع از این ور ما داریم به سمت فر و شکوه و درنوردیدن دور دنیا رو زدیم و رئیس جمهورمون در حیات خلوت آمریکا بلوک اقتدار بابا اصلا خدای من چی بگیم عرض کردم این براندازان رو که میبینید به واژگان تجاوز صورت میگیره بزرگترین خیانت و جنایتشون همینه که واژگان از مفهوم خالی کردن یک انجمن ادبی بود که ما رو دعوت کردن یک ساعت قرار بود ما اونجا شعر با موسیقی بخونیم سه روز مونده زنگ زدن آقای پیام نهید ما نه امنیت شما رو میتونیم تامین کنیم نه خودمون رو اینجا زیرزمینه و اینا اگه بریزن ما نمیدونیم کجا فرار کنیم اون آرایشگری که موهای منو کوتاه میکنه یک ایرانیه شریکش بهش گفته آقای پیام بگو نیاد اینجا این شیشه ها ما رو میارن پایین یا برای کسانی که من پیش چقدر آزادی خوان چقدر دموکراسی 20 روز یک ماه دو ماه جا عوض میکنن جا که ندارم در لندن مهمان هستم خونه
بدبخت، آواره، دردمند، ولو جا نداره، همش کلوم اجمعین هک. یه چهار روز خونه این ور، چهار روز خونه این ور. وقتی میگم خداوند، خداوند ایران خیلی بیرحمه به خاطر همین. ببین چطور آخر شرشون میکنه. یه نمونهش فیروز نادری خود رفت به اسفل سافلی، ما را قاشیه بود. یه نمونهش اینا در به در بیچاره آخر شر. حسین محمد حسینی بود ما ریستار سگار شاه سلوش منی کشتیاش تو تنگه بسپور غرق شدن. اینا کله هم آخر شر شدن، خونه نداره بدبخت، کلشون اینطورن. بابا من 90% فعالین سیاسی به اصطلاح سیاسی در خارج کشور اینا حق سوسیال بگیرن، توی این زاغا و نمیدونم توی این زندگی های بدبختی آپارتمان های 10-20 متری دارن زندگی سگدونی میکنن، توی سگدونی زندگی میکنه اما واقواق میکنه برای علیه جمهوری اسلامی. ده خدا چطور آخر شرطون بکنه؟ چطور خدا بزنه تو ملاجتون؟ خود دیگه چیکار تو که نکرده؟ فقط شما شعور ندارید که بفهمید. میترسونن اینا رو. یعنی من اصلا آسایش ندارم. منی که الان توی کشوره دلم سید کواه و خدا چند نیستن، آسایش نداریم، زندگی نمیتونیم کنیم. پس فردا تو جامعه ایران اگر اینها به قدرت برسن اسلحه هم دارن. شما زمان قاجار حتما مطالعه دارید، تاریخ رو خوندید، میگفتن این بهاییه، همین کافی بود، ملت میریختن میکشتن. اگر اینها به قدرت برسن اسلحه هم دارن. تق اینو چرا کشتی؟ مجاهد بود. اونو چرا کشتی؟ 57 بود. اینو چرا کشتی؟ چپی بود. شما میشناسید اینا رو، همین کسایی که این شعارها رو کف خیابون‌های اروپا دارن میدن. شما تلفن میکنید به اینها، تشکر میکنید، قدردانی میکنید، نمیدونم اینها رو مبارز مینامید. به کوزپت میگه، میگه تو آدم دروغگو خالی بند شالاتانی هستی. بعد میگید اینها، من از اینها براحت میجوام، پس اون تلفناتون چیه؟ دم دستگاه امنیتی ایران گرد، دقیقا اشراف داره، نفوذ داره توشون، بازیاشون خراب میکنه، بینشون اختلاف میذاره. یعنی دقیقا 40 سال اینطوری هست دوستان، کلهم اجمعین خر خودمونه. یعنی بخوام صاف ساده بهتون بگم اینا همشون خر خودمونن، چه آگاهانه چه نه آگاهانه، چه با واسطه چه بی واسطه. خبر دارم که میگم، از کوزپت و مریم قلپو گرفته تا دل پولی نجات، اینا همه خر خودمونن. دیدیه نمونهش آقا داریم میبینیم. منشورشون 4 روز رفت و اسفل صافنی، ققنوسشون رفت، فرشگردش و اوه گلال بردش. شورای ملی گرازش و اون شورای ملی خواهم رفت و اسفل صافنی، اون شورای گراز خواهم رفت و گرازدونی. پید یه خردی، یه دستهایی داره این کارا رو انجام میده. قربونی خدا برم اوز کریم، کارت حرف نداره خدا وکیلی. خب اینم از این. آقا زمان شاه، زمانی که شرکت ایران ناسیونال سابق اومد این پیکان زد که ماشین انگلیسیه بود و مونتاژ میشد و بعد محمود خیامی اینو زد، بعضی کشورها نمونه فرستادن. یکی از نمونه هاشون چورچسکو بود در رومانی. ما زمانی که میخواستیم تراکتور سازی تبریز زمان شاه بزنیم، هیچ کشور غربی به ما تراکتور نداد. همین چورچسکو تراکتورها رومانی بودن، الان هستن هم دیگه کهنن و اینا، بگم خط تولیدشو خارج شد. همین چورچسکو اولین کسی بود که به ما تراکتور رومانی اجازه داد در ایران ساخت و مونتاژ بشه، سنتشو داد. بعد شاه پیکان میفرسته به این چورچسکو. خب چورچسکو هم خب بعد انقلاب و اینا، فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی شوروی، اون سرنگون میشه و واسلاب هاول جاش میگیره و در کمپ غرب میره، تو اردوگاه غرب میره. بعد خب این پیکان یه سرنوشت عجیب غریبی تا همین پارسال بود، یه دفعه اومدن عکس همجنس بازان و اون نقاش مریض کیه؟ اسفندیار دلاور ما رو همجنس باز چاره است دختم.
پیامون یل ما رو همجنس باز نقش به صورت لخت نقاشیش کرد به عنوان یه همجنس باز. پهلوانان اساطیری ما مشتی بیماری بیمار جنسی عقده‌ای بذار پیداش کنم. و حالا هم دست از سر کچل ای پیکان بر نمیدارن، دوباره میذارمش، دست از سر کچل ای پیکان بر نمیدارن و حالا پیکان پشمالو هم اومده وارد بازار. خاک بر سر اون کارفرما و اینایی که پول میدن که مثلا امثال دله پولی نژاد و مریم قلپو، به خصوص پولی نژاد خیلی ادا اطوار در میاره، این بیادی پولا رو همینطور بذاره تو او گلال او ببرشون. خب این اینو کوچیک کنم. این پیکانه دوستان عزیز، این همون پیکانیه که داده بودن به چارچسکو، خلاصه پارسال بوده میام خریدنش، نمیدونم تو موزه بوده، بالاخره به دست یک دو پیلیا افتاده. اینجا پایین زرده این اون قپالی مریض عقده‌ای مفعول دنیا رو به چشم خودش میبینه، اومده پهلوانان اساطیری ما رو مثل اسفندیار لخ کشیده سر در پیکان. داده این پیکان که یه چیز با ارزشی بود، تاریخی بود، رنگش خراب کردن رفت. حالا پروژه ادامه داره. دل پولی نجات پراتیک سیاسی هندرمو، یعنی امشب آقای خامنه‌ای خواب نداره، امشب ابراهیم رئیسی شب زنده داره. چرا؟ پیکان پشمالو هم اومد وارد بازار. اداد بداد این قسمت بالا پیکان پشمالو، حالا فیلمشو بذاریم. این یعنی چی؟ این مسخره بازی ها یعنی چی؟ پیدا کنید پرتقال فروشو. بیا اینجا دارن افترونه مایی میکنن پیکان پشمالو رو. قلیات دل این پولی نجات تفته قلیات تیغ بفته و این گیسیات. یعنی اون روزی که به دنیا اومد بابا آقا جان لابد واسهش کلی زد. بله دوستان عزیز، دیدید پیکان پشمالو هم وارد بازار شد. این یکی از کارهای سخت براندازان، عرض کردم الان رهبران ایران، دستگاه اطلاعات امنیتی ایران باید بیان رمزگشایی کنن این کدیان رو بشکنن این پشما جریانش چیه. ببینم این چه کد رمز استراتژیکیه، چه خطری ما رو تهدید میکنه این پشما، ببینیم چیه. بله دوستان، خرید کپونایی که پول میدن به این پولی نجات کمیتور با این جلفوزی ها و مسخره بازیاش هم خوبه، چه بهتر. عرض کردم اینا آب باشن کیو میبرن، آتیش باشن کیو میسوزونن. این هم پیکان پشمالوی. آقا تو خبرها اومد مولوی عبدالحمار، نه مولوی رو باید بردارم، عبدالحمار گمالزاده قرار بوده بره مکه بره خدمت وهابیون و کارفرماهاش که پول بگیره ازشون، بهش گفتن ممنوع الخروجی، چقل بمون سر جات زیر مشکلون، تو اجازه خروج از کشور نداری، فتنه انگیز، تو فقط به دنبال فتنه انگیزی. بعد عبدالگمال وقتی میشینه، وقتی که این خبر رو میفهمه، یه دفعه یه صدایی ازش در میاد، یه جیغی میزنه به این شکل، یعنی دقیقا صدای زایمان گوریلا. نگاه کنید که چاره نداره، چاره نداره، فریاد تو من میخواستم برم مکه ولی الان چاره نداری، من نمیتونی بری. چرا آخ چرا من به من گذرنامه ندادید، چرا اجازه خروج ندادید؟ خرید کپوت یم چراش جوابش. خب آقا این سربازای آمریکایی واقعا خیلی شجاعن، سربازا ما در مقابلشو هیچه، چطور ما تونستیم 7 8 10 تا از این تفنگداران آمریکایی رو کلافششون رو ببندیم بیاریمشون بهشون باقالی پلو بدیم همزمانم گریه کنن؟
خودشون خیس کنن. دقیقاً خودشون خیس کرده بودن. چطور؟ بابا این خیلی قوی هن. چرا اینو میگی رضا رخشان؟ بیا اینجا منتظرم. چه بوده است؟ خرید کپوتو، خرید کپوتو. بیا چیه موش خورمایا چی نیا تفتری تو. یانکی های بی ارزه همینن. فقط با سلطه رسانه‌ای سینمای هالیوودی اینا خودشون یه پخی معرفی کردن توی جنگ سفتی مثل عیارشون. مثلا توی با یه کشور ضعیفی مثل اون زمان ویتنام دیدیم صدام یه سری اشتباهات تاکتیکی که تو جنگ اول میگم، وگرنه میتونست دمارشون روزگارشون در بیاره. بله دوستان عزیز، دیدی یانکی ها خیلی شجاعان، خیلی خیلی. خرید کپوت ها زیبا کلام، تفتری تاج زاده. دل پولی نجات راستی رفته تو کنفرانس اسلو، تو این هگیر واگیری که طرفداران کوزپت میخوان جرواجرش بکنن، این لنگاش از وسط اینطور به دو تیکه مساوی تقسیمش کنن، رفته کنفرانس اسلو و میلیون ها نفر در سالن جمع شدن. ببینید چقدر استقبال پرشکو. ببینید خیلی شلوغه، خیلی کارفرما چقدر خوب پول میده مثل تو حلال. سالن خیلی پر از خیلیه، خالیه. مال تغییر نگرفتن. نوید خیلی مال دوست دارم به خصوص بخش. حالا این که در فیلم میگیره میگه نروژ ها خیلی مال دوست دارن. جندر آره فوشی هم بهش داد، سلیته فلان نمچی. هر جایی طرفداران کوزپت بایکوتش کردن. دیدی کل سالن به او بزرگی ده نفر. خدای من حق اونایی که پول می... اگر اسرائیلی ها پول میدن خیلی خوبه. اینطوری عرض کردم کل هم خره خودمونن، این تو پولا رو میزن تو گلال. بلکه از دشمن هرچی بکنی کار درستیه. آقا یه مجری آمریکایی صحبت کرده و به این زنانی که سگ میارن و این میگه دخترم، این پسره میگه خرد کپوتو، این شوهران تو خرتون کردنه که بره دنبال الواد بازیاش. تو باید بچه بیاری نه سگ به عنوان بچه قبول کنی. ببین چه جیغی میزنه این مجری، دلش خونه، دلش کواه. دیروز تو پارک سگ‌ها، تو پارک سگ‌ها دیدمت، خیلی خوشحال بودی. ازم پرسیدی که به نظرت پسرم، یعنی منظورش سگش چند سالشه. واو خوب. و فکر میکنی جنسیتش، جنسیت این سگ چیز مهمیه؟ خوب It's a dog, ladies. منم بهش گفتم خانمای محترم اول خرد کپوتو، یک. دوما اون یک سگه و شما هم مادرش نیستید، شما فقط صاحبش هستید. خرد کپو چقل بفهمینو، انت موش یومش هزا چلب. خب You're not a dog mom, you're a lady with a dog. He likes you, right? Yes, I know. We bred him over thousand. دوستتون داره؟ میدونم. چون اینجوری تکامل پیدا کرده که همیشه عاشقتون باشه. این چه گورا میگه؟ خب سگ‌ها، گورگا هم از سگسانا هستن. میگه سگ‌ها حیوانی هستن که تن به حقارت انسان‌ها دادن واسه لقمه نون، اینطور بیان پاچه‌خوری و دم تکون بدن. ولی گورگ‌ها نه. باج بهش هیچ کسی نمیدن. طبق اون اون طبیعتشون اهل کرنش کردن در مقابل هیچ کسی نیستن.
حالا این تو رو خدا وانمود نکنید سگتون بچه تونه خرد کپوتو سگیه هیا چلپ خب داگ داگ pretending your dog is a child who want to have sex with you مردهایی که فقط به دنبال رابطه هستن شما را گول زدن جای خالی حس مادریتون را با یک سگ پر کردید تفتری تو زن زندگی آزادی ها این سلبریتی ها ما هستن کدوم سلبریتی بود اون مهراب قاسم خانی بود سگش مرد فاتح خونی براش گرفتن عزاداری بعد گفتن مرغ گرون شده همینطور سرقوری برگزارش کردن نشست و برخاست بود به قول پرنستار سابق آمریکایی گفت آرزوهای شما خاطرات ماست این ادا اطفاره که سلبریتی ها بعضی ها تو ایران میبینیم تو خیابونا یه سیبوره یه سیچرمه سی میرزا دستشونه قلادش بقیه دنیا همه ران رفتن شما دارید حالا ادا در میارید خب Beyond your expiration date filled up your maternal instincts چه هرسی میخوره We plugged it in the hole and now you go تشت میین تو بعد میایید خونه به سگتون میگید مامان اومد خب Mommy's home, mommy's home and when we talk about وقتی هم بهتون میگیم چقدر رقت انگیز شدید میگین بعدن بچه دار میشین و فلان الان هم چل سالشون شده مادرم نشد How pathetic you are. You go, I'm gonna have a kid eventually. No, you're not. Oh yeah, my aunt is 42. و فلان عمم 40 سالشه مادر شده. خب مهمترین چیز زن یعنی مادر شدن و ازش گرفتیم و بهش گفتیم دیگه با مرتب برابر شدی. کچله چی داری؟ شونه کلی. تیم آمریکا زنان آمریکا فیلمی دیدم چند روز پیش یکی از بازیکناش گفت چرا حقوق ما دستمزد ما از زنان تیم آمریکا قوی ترین تیم زنان فوتبال جهانه دو سه بارم قهرمان جام جهانی زنان شده بعد روبروی تیم دیگه ضعیف که اکثرا پیر بودن بازیکنای پیری داشتن و از فوتبال خداحافظی کرده 12 گل خوردن خدا قوت تو بیا روبروی تیم خیلی ضعیفی 12 تا قوی ترین تیم زنان جهان خورد چی برابر بابا فیزیولوژی شما اصلا خدای خدا We have taken the most special thing from a woman, the fact that she can make a human being, and we've stripped that away and said, now be equal. و اما دیگه این زن نیست. یک مرد مزخرفه. یک مرد که حتی نمیتونه وزنه بزنه. یعنی میگه این زنی که بچه نمیاره دیگه زن نیست. این یه مرد مزخرفیه که حتی نمیتونه وزنه هم بزنه. Now you just made a shitty dude. Now they're just a dude who can't do pull-ups, and they think that's. واقعا فکر میکنیم به زنها کمک میکنیم؟ بله. اینم آخر شر شدن زنها در زندگی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم غربی و بعضی از خاک بر سرهایی که در ایران مشتی جوون مغز باخته مانکورت شده بی هویت اونایی که هیچ هدفی ندارن هیچ با این ادا اطفارا و همه شما در نهایت آخر شر خواهید شد نقطه سر خط پایان خب اینم از این خب دوستان عزیز برنامه ما به انتها رسید اما عشق مهر ما به ایران و ایرانی تا ابد باقی خواهد ماند ما هیچ وقت به ایرانمون پشت نمی کنیم هیچ وقت رنگ عوض نمی کنیم هیچ وقت به ایران به چشم و وطنمون به چشم هتل نگاه نمی کنیم هیچ وقت به عقاید ایرانیان بی احترامی نمی کنیم به خصوص ایمان ایرانیان ایدولوژی ایرانیان که یک ایدولوژی قدرت سازی ایران ما هم به پیش میره به خدا یعنی شتابان چارنل داره به سمت فر و اقتدار و نوک قله کوه موفقیت میره و از هیچ کسی هم کاری ساخته نیست که بخواد خللی در این کار انجام بده این راه انجام بده یه چوبی بذاره تو مثلا اسپاکای این چرخ تا این چرخ متوقف بشه اصلا مسیر شک نداشته باشید هیچ چنین اتفاقی نمیفته و در نهایت ایران تمامی موانع از سر راه بر میداره هی تا تا بزن کنار زیر دست پا له نشی شهرتون بیاد گردنمون سپاس از مهرتان پیروز باشید